بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظات و دقایق و ساعاتی رو که در پیش داریم و با هم خواهیم بود اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه ششم ماه آپریل 2016 میلادی و برابر است با 18 فروردین ماه 1395. امروز موضوعات زیادی رو دارم که با شما در میون بذارم. مهمترین خبری که در این منطقه است و جمعه مطمئنم که خیلی از شماها بلیط تهیه کردید و میدونید، ولی برای اونایی که نمیدونن یا احتمالاً تنبلی کردن و بلیط تهیه نکردن بهشون بگم در رابطه با آقای رضا صادقی. بذارید یه عکسی هم من دارم از پوستر ایشون، این رو هم براتون نشون بدم که جالبه. آقای رضا صادقی پوستر، بله این پوسترشون، شماره 4 4. اگرم این خوب دیده نمیشه یا یه پوستر دیگه ای داریم نوشتیم پوستر اوکی. خب چند تا حسن داره این. اولا این دوست جوانمون از ایران آمده و میاد اینجا برنامه اجرا میکنه، و اگه بگیم دوما میگم غلطه، بگیم ثانیا ایشون اولین باری هست که این کنسرت ها رو در آمریکا داره اجرا میکنه. و جالب اینجاست که کنسرتش در کالیفرنیا در اون سالن مایکروسافت سنتر اگه اشتباه نکنم که 6000 نفر جمعیت رو میگیره سولد آوت شده بود، یعنی پر شده بود. من همین امروز خودم این وبسایت لیزنر آدیتوریوم قسمت تیکتش رو نگاه کردم، دیدم اصلا بلیطای وی آی پی وری ایمپورتنت پرسون و گرون ها همه رفتن و بلیطای نسبتاً ارزون تر مونده. حالا شما هم برید نگاه کنید. و از دیشب تا حالا هم بین تمام برنامه ها ویدیوی آگهی ایشون پخش میشه تا روز جمعه. جمعه هم همه شما رو اونجا خواهیم دید. برگزار کننده این یا پروموتر این کنسرت آقای آرمان شهبازیه. دوستانی که خانواده آرمان شهبازی رو میشناسن میدونن، هم پدرش هم خودش هم برادرش هم خواهرش هم داییش، اینها همه آدمایی هستن قابل اعتماد. و میدونید که وقتی کسی میخواد یه کنسرتی بذاره، مثل یه فیلمی که پر میکنن میگه کارگردانش کیه، که متاسفانه ما ایرانی ها این رو یاد نگرفته بودیم، اینجا سوال میکنن که پروموترش کیه، پروموترش چه سازمانیه. بین ایرانی ها کم کم این رسم شده، چون داشتیم افرادی رو که سوء استفاده کردن، سالن های 1000 نفری گرفتن، 2000 تا بلیط چاپ کردن به مردم دادن، هم مردم ناراحت هم اونها بعد یه مدت شاکی و اینجوری شده رفته. ولی این آرمان کارش خیلی مرتبه و مخصوصا توی این سالن لیزنر آدیتوریوم یا حتی اون سالن هاوارد یونیورسیتی هم وقتی اونجا هم بود، کرامپتون فکر کنم اشتباه نکنم، صندلی ها به اصطلاح شماره داره، ردیف منظمه. و به نظر من برید بلیطاتون رو تهیه کنید. شماره تلفن و اینها روی این آگهی هست، در ضمن اون چیزی هم که ما نشون میدیم باز شما میبینید. بذارید من براتون این رو بخونم که یه وقت اگر شماره تلفن کمرنگ یا کوچولو هست، این پایین هست، نمیبینید متوجه بشید. نوشته اینفو لاین، یعنی خط تماس که اطلاعات کسب کنید یا بلیط بخرید و اینها، 571-335-1970. پس شد 571-335-1970. باکس آفیس 202-994-6800. پس با امید دیدار همه شما دوستان اونجا. باز یه چیزی براتون بگم که این آقای رضا صادقی انقدر کارش قشنگ و زیباست که برای بچه‌های 9 ساله تا بچه‌های 99 ساله کنسرتش مناسب هست. پس
شما رو اونجا خواهیم دید. ممنون. اگر شما هم برنامه دارید، کنسرتی دارید و اینها، میتونید از خدمات تلویزیون مردم استفاده کنید تا خبر این کنسرت یا ایونت یا برنامه‌تون رو به گوش هزاران هزار بیننده و شنونده در سر تا سر جهان برسونید، مخصوصا در اون منطقه‌ای که شما میخواین اون برنامه رو به اصطلاح برپا کنید. و اما از این خبر خوب بریم به یک خبر دیگه که اون هم خوبه ولی با خبر بدی شروع شد. دیروز اینجا نشسته بودم، یه وقت دیدم این حسین محمدی، این دوستمون که قبلا هم ویدیوشو نشون دادم، قبلا هم شما لطف کردید، از من سوال کردید، بهش کمک کردید از لحاظ مالی و اینها تا این بتونه از این سگهایی که در معرض نابودی قرار گرفتن، مریض هستن توی خیابونها و دولت به جای اینکه اینها رو جمع کنه و ازشون نگهداری کنه، راه حل ساده‌ای رو پیدا کرده و اونها رو میکشه. در این میون یه عده به عنوان پیمانکار، مقاطعه کار میرن با شهرداری ها و دولت قرارداد میبندن، مثل میزنیم که به ازای کشتن هر سگ اینقدر پول بگیرن. یکی دو هفته قبل بود که این آقای حسین محمدی رفت و یه جایی رو نشون داد و چون ایام عید هم بود و اینها، اون طرفی که باید پول میگرفته، حالا حتی اگه قرار سگ ها رو از بین ببره، حتی اون وظیفه خودش رو هم انجام نداده بود و این سگای بیچاره رو به یه حال فجی و وضع کثافتی ول کرده بود، اونجا رفته بود دنبال خوشگذرونی خودش. حسین محمدی، این جوانمرد واقعا، این فرشته، رفته بود اونجا رو تمیز کرده بود و سگها رو برداشته بود و تا اونجایی که از دست، والا بیشتر از اون چیزی که از دستش برمیاد کار میکنه. خودش تو صحبتهای دیروزش که خیلی ناراحت بود میگو من زندگیمو گذاشتم و حاضرم بازم بذارم. ما بهت خسته نباشی میگیم آقای حسین محمدی. من دیروز وقتی اون ویدیو دلنگرانیش رو دیدم و شنیدم، براش نوشتم طاقت بیار رفیق، صبور باش و وقتت رو با اینها تلف نکن. و امیدواریم که دوستانی که حیوان دوست هستن اینها بیان بیارید. و امروز چقدر خوشحال شدم، یک ساعت قبل دوستان این عکس رو نگاه کنید، ببینید واقعا از این چی بهتر میشه آدم تو دنیا ببینه که چند تا جوان ایرانی وقتی که تمام دنیا همه به فکر این هستن بریم پول بیشتر در بیاریم، بریم ماشین شیکتر بخریم، بریم نمیدونم دوست دختر بیشتری به دست بیاریم، اینها میان با بیل و کلنگ و فرغون و اون یکی دیگه چی میگفتن که توش سیمان میریزن، تاس میگفتن، بله، ببینید چقدر ساده وایسادن اونجا کار میکنن. من امیدوارم که همه اینها، و ببینید پشت سرشون دوستان سگها در چه آرامشی، هر کدام روی یه پتو در این آفتاب بهاری در گیلان دارن لذت میبرن و استفاده میکنن. من به یکی این بچه ها که از بچه های من حتی جوانتر هستن تبریک میگم، ازشون تشکر میکنم و از شما دوستان میخوام که با اینها تماس بگیرید. گاهی وقتا یه خسته نباشید، یه بچه ها متشکرم، یادتونه تو مسابقات فوتبال، خب شما که نمیتونستید به اون فوتبالیستی که اونجوری مقام و جاه و نمیدونم پول و درآمد داره چیزی بدید، ولی همین که فریاد میزدید در استادیوم بچه ها متشکریم، اونها نیرو میگرفتن. اجازه بدید من از طرف شما هم اینجا فریاد نزنم، ولی به این دوستان بگم که بچه ها متشکریم و خیلی خوشحالم آقای حسین محمدی عزیز که بعد از اون ویدیوی دیروز که اصلا معلوم بود ریخته بود به چی میگن زندگی تو ریخته بود به همون، ناراحت بودی و اینها، شما امروز این خبر خوب رو چاپ کردی و خوشحالم که دوستانم یکی پس از دیگری دارن میان و از شما حمایت میکنن. خب من نمیگم اجر شما با خدا و اینها، ولی میدونم همین که شب راحت میخوابی، و جالب بود دیروز توی اون ویدیو وقتی این صحبت میکرد همش میگفت این بچه ها رو، این سگ ها رو بچه های خودش میدونه، و بهش گفتم که شما باید یک انسان واقعی و
حقیقی باشی که اینها رو مثل بچه ها میبینی و اینها رو مثل بچه ها ازشون مواظبت و مراقبت میکنی و در زمانی که ما میبینیم بعضی ها پول میگیرن که از یه بچه این نگهداری کنن ولی اون بچه رو مورد اذیت و آزار و ضرب و شرط قرار میدن. خوشحالم که بگیم انسانیت هنوز نمرده و زنده است و باز هم به حسین محمدی و دوستانش تبریک میگم. این هم از این ماجرا. خب ما اون روز ماجرای شجریان رو گذاشتیم و تموم کردیم به خیال خودمون، ولی دوستان دست بردار نیستن، همینجوری چون اون پست اونجا هست میرن و مینویسن و هنوز دوستان مینویسن که آقا خب این زندگی شخصیش هست، به من و شما چه مربوط؟ این رو داشته باشید. من یه سوالی مخصوصا از این دوستان میکنم با نشون دادن این عکس. یک آخوندکی بود یک جایی، آخوندک چی بود یادتون میاد؟ یه حیوان کوچولویی بود مثل ملخ بود، بهش میگفتن آخوندک. خب حالا شما اینو ببینید، البته من اون روز گفتم وقتی که یه نفر شکایت کرده بود که چرا آقای احمد علی مسعود انصاری میاد راجع به خانواده شاه صحبت میکنه، گفتم خب امروز که شما میگید این نان خورده و نمکدان شکسته، اگر یکی از اینایی که توی دستگاه آخوندا هست بیاد چی میگید شما؟ آیا به اونم میگین که شما نون خوردی و نمک خوردی و نمکدون نشکن؟ برو، ما نمیخوایم بفهمیم که این دستندرکارا از آقاها و آقازاده ها چی کردن. یا میگی آقا بیا بگو، بیشتر بگو. این یک بام و دو هوا بودن ما به ضررمون تموم میشه. شما این عکس رو نگاه کنید، نوشته که گرچه 40 روز گذشت از سفرت ای گل ما، بعد بنوشته با نهایت تأثر و فلان 40مین روز در گذشت حجت الاسلام و مسلمین. چرا تأسف؟ مگه شما باور ندارید که خدا خواسته این فوت بشه؟ پس باید خوشحال باشید، بگید رفته پیش خدا. بزرگ خاندان شریفی نوشته که این، بعد نوشته با نهایت تأثر در گذشت حضرت حاج مسجد بزرگ خاندان شریفی. ببینید جمله ها اولا غلطه، باید بنویسه مثلا را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسونم، بعد نوشته بزرگ خاندان شریفی فرزندان و همسران داغدارش را به اطلاع دوستان و آشنایان محترم میرسانه. متوجه شدید دوستان؟ همسران، نه همسر، یه دونه نیست، همسر. بعدم روز دوشنبه نمیدونم تاریخ فلان اینها مسجد گلشن بندر انزلی. حالا چرا این نشون دادم؟ برای اونایی که میگن آقای شجریان به ما مربوط نیست، میخوام بگم که اتفاقا خیلی مربوطه. چرا؟ اینجاست که رضا آمده به کمک من. رضا کجایی؟ رضای ALN. من نمیدونم رضا یعنی چی. این ALN یعنی الن هستی، اسم چیه؟ اهلا و سهلا هستی، چی هستی؟ به من بگو ببینم چرا اسم خودت رو گذاشتی رضا AIN یا ای، بذار ببینم اینجا. بله، نوشته که یک سلبریتی، سلبریتی یعنی افراد مشهور، معروف، پابلیک فیگر، هنرپیشه ها، خواننده ها. یک سلبریتی فرصت های خاص و استثنایی در جامعه کسب می کند، پول، شهرت و اعتبار و چیزهای دیگر. به همین علت تاوانش را هم باید در جامعه بده. من که آدم معمولی هستم طبعا زندگی خصوصی من اهمیت ندارد، اما یک سلبریتی نمیتواند چنین انتظاری داشته باشد. خواسته و یا ناخواسته افراد شهیر الگو و مورد تقلید میلیون ها نفر حتی میشوند، پس با من فرق دارند و مسئول هستند. ممنونم رضا، خیلی قشنگ گفتی. این قسمت پایین تریش مهمتره. نوشته که اگر همین ماجرا یک آخوند زن خودش رو طلاق میداد و یک زن که جای دختر خودش را بود میگرفت، تمام رسانه‌های ایران خودشان را پاره می، ایرانی خودشان را پاره میکردند. صحبتم آخوند و یا قشر خاص نیست، اما چون ملت شجریان را دوست دارند، همه کارهایی که میکند خوب است و چون از آخوند دل خوشی ندارند و گاهن متنفر هستند، هر کاری که بکند بد هست. پس مسئله در نگاه ما هم هست. آفرین رضا، خیلی قشنگ توضیح دادی، ممنونم. و اما این هم از این ماجرا.
یک در رابطه با اینکه یک آخوندی رفته باشه با یک دختر جوان ازدواج کرده باشه یا یک خواننده‌ای مثل آقای شجریان، یک ویدیویی رو من دیروز گذاشتم، فکر کنم اولش هم شیرزاد جلیلی این رو گذاشته بود و برای من فرستاده بود و گفتم خب جالبه، گذاشتم. ولی همون موقع که داشتم این رو تماشا میکردم، باور کنید یه حالت چندشاوری چندشاور یا چی میگن، یه حالت بدی به من دست داد که یه خواننده‌ای، اجازه بدید، ما اون وقتها ایراد میگرفتیم که خواننده های اینجا چرا مثلا طرف 50-60 سالشه میاد یه 7-8 تا دختر 17-18 ساله رو میریزه دوربر خودش و اینا رو میفرسته در این ویدیوها رو درست میکنه میفرسته در ایران. ایرانی های بیچاره، جوانایی که نمیتونن دوست دختر داشته باشن، اینها فکر میکنن که تا برسن به آمریکا یه کادیلاک سرواز میگن منتظرشونه، 8 تا دختر نیمه لختم داخلشونه، 1 کیلومتر هم که میرن اون وقت اونورتر دریا هست و همه لخت میشن و میرن تو دریا. حالا چشم شما روشن که آخوندها و سیستم ایران هم میخوان از کالیفرنیا و از ما عقب نباشن. دوستان این فیسبوک مردم تیوی رو من تصمیم گرفتم، یکی از دوستان دیروز قرار گذاشته حمایت میکنه، میگه آقا من خرجشو میدم، این باز باشه، هر کسی بیاد اینجا هر چیزی میخواد بنویسه، ولی شما اون ویدیوی آخری خودتو بالاترین نگه دار، باز باشه. ما چون اینو قبلا بسته بودیم، حالا هر چی رفتیم بازش کنیم یا ما یاد بلد نیستیم یا این کار نمیکنه. اون ویدیویی که بهتون میگم دوستان اینه، ای مردشور این فیسبوک رو ببره، میکشی میارش تا این پایین، همچین که میرسه به این پایین قطع میشه. ببینید این ویدیو هست، من براتون اینجا بدون موزیک نشون میدم. اولا اون دوستی که به من گفتی آقا این احد آقاسی نیست و این برادر آقاسی نیست، دوست عزیز، ما اینجا یه خبری که به دستمون میرسه وقتی یه نفر گذاشته فکر میکنیم که اون به اصطلاح میدونه مطمئنه، بعد این رو مثلا جی الویز گذاشته، جی الویز ما فکر میکنیم یه جای مستنده، حالا میبینیم که نه بابا، این دوستان بهایی هم کارشون از ما خرابتره. کلیپ جدید احد آقاسی که اصلا حالا معلوم شده این آقا نه داداش آقاسیه نه اسمش آقاسیه، میدونید خود آقاسی هم اسمش آقاسی نبوده و این آقا فامیلش گویا مصباح هست، در صورت اینو به این متن برای من فرستاده بودن، من هم گذاشتم و ببینید چقدر دوستان آمدن نگاه کردن. برای اون کسی که میگه آخ بمیرم برای تلویزیون مردم که روی برنامهش یه لایک هم نزدن، شما برای من نمیر، شما برای جامعه بمیر که یه موزیک که میذاری 6000 نفر 5360 یه نفر میان نگاه میکنن، 1000 تا نمیدونم دیده شده، چقدرم برای همدیگه 23 تا برای همدیگه فرستادن، این نشون میده مردم خسته شدن از تلویزیونا که میان یه چیزی رو، آقای محیط میاد حرف 50 سال پیش رو که زد و توی زندان شاه افتاد و توی زندان خمینی افتاد هنوز داره میزنه. آقا به کجا رسیدی؟ شده براش یه مغازه، شده براش یه سوپرمارکت، مردم دیگه خسته شدن. در هر صورت این کلیپ رو ما گذاشتیم دوستان، الان من بهتون اینجا نشون میدم، میبینید که 5361 نفر نوشته که به این دسترسی پیدا کردن، نوشته که بیش از 1000 نفر نگاش کردن، یعنی 23 نفر هم برای دوستان فرستادن. ولی برای من اینا مهمه، مثلا خانم لیلا میلانی خیلی قشنگ آمده نوشته که چندش آوره، درست همون حالتی که به من دست داده بود، چندش آوره. بذار من یه کامنت دیگه اینجا هست باز کنم، نوشته این یلغوز احد بیشتر شبیه یه پمپ هست. پمپ، عذر میخوام اینجا اینو میگم، بعد افرادی که پا انداز و جا انداز و نمیدونم این چیزا هستن میگن، افرادی که کار شریفی ندارن. بعد دوستمون آقای علی خراسانی آمده نوشته احد آقاسی برادر نعمت الله آقاسی نیست، لطفا متن را درست بفرمایید. من نوشتم خب کی از شما بگید تا بنویسم، ایشون گفت من نمیدونم. یکی نوشته که این آقا آریا خیلی قشنگ نوشته، یکی نیست به این عمو بگه
آب قاطیه، آب قاطیه، نمیدونم این چیه، یعنی چی آب قاطیه. در هر صورت اسم این ویدیو، چون حالا من این رو روی صفحه خودم هم گذاشتم اونجا که دیگه محشر کبرا شده، اجازه بدیم بریم اینجا روی وبسایت به اصطلاح صفحه خودم ببینید. این مثلا فیسبوک از صفحه معمولی برمیگردی به این صفحه میریزه به هم. به نظر من اینا کارشون اشکال داره و هر کی بلده با فیسبوک کار کنه مهمون من باشه، یه روز یه نیم ساعتی به همه ما درس بده. ببینید من این کلیپ رو اینجا گذاشتم، ای مردشور فیسبوک رو ببره. خب با همون متن رو اینجا هم شروع میکنه، این خانم آرایش میکنه و ماتیک سرخاب میکنه و میره تو خیابون و اونم میاد، من نمیدونم دوستشه نامزدشه هرچی، میرن این ور اون ور. اینم نوشته که 37 نفر شیر کردن روی صفحه شخصی، به شما نمیگه چند نفر دیدن که نمیدونم اینم یه اشکالیه، بذارید ببینم جایش مینویسه نه نمینویسه، اینقدر اینفورمیشن هست که دیگه آدم بسش. ولی وحید خیلی قشنگ نوشته این که جای پدر بزرگ این دختر است. منم نوشتم وحید جان زدی به هدف، من رو از گذاشتم، من این رو گذاشتم که فردا در این باره صحبت کنم، بگم این مردک پر روح است یا اون بچه ها، چون این آقا وقتی تو خیابون میره اون بچه ها نگاه میکنن، اون پسر جوان ها نگاه میکنن به این دختر جوان و این آقا عصبانی میشه و دوستای از خودش لاتر و نمیدونم مفت خورتر میان میریزن رو اون بچه ها. بعدا بیان روی مردم تیوی یا روی فیسبوک خود من ببینید. نوشته وحید ترانش به عنوان یک ترانه اشکال ندارد، هرچند مورد پسند من نیست، ولی باید دو تا جوان همسن را نشان میداد، نه اینکه خودش این نقش را بگیرد. جناب سوربی ممنونم، پست شما به موقع بود، سپاس. این را علی دوستمون نوشته، نوشتم علی کجا هستی؟ چشم همسرت رو دور دیدی؟ جواب بده نکاکو، جای همسرم توی قلبم هست. خب میگه که این شاهین یا شهین کیارستمی، اگه شاهین هست به نظر من دو تا ای اگه بذاری هیچ وقت کسی اشتباهی نمیخونه شهین. اینم مشکل خب اسمای فارسی ایناست. نوشته پیرمرد پدوفیل ابروی داداش رو آبروی داداشش رو برده. پدوفیل اینایی هستن که بچه بازی میکنن، مثلا طرف معلمه توی یک مدرسه، یه دفعه میبینیم تو همین منطقه مریلند و واشنگتن به 16 تا بچه تجاوز کرده، دست زده بهشون. اینها به این افراد میگن پدوفیل، یه مریضی جنسی دارن. بعد آقای علی دوست نازنینمون نوشته این از ثمرات رژیم آخوندی در موزیک هست. خب ببین علی، این اون قسمتی که شما یک بام و دو هوا میری، مگه آقا ما نداشتیم؟ مگه فیلم های فارسی نداشتیم که آقا پیرمردی بود عاشق یه دختری شده بود، خونش هم ریخته بود به هم، نمیدونم. حالا فیلم های فارسی رو ولش کن، مگه نمونش آقای شجریان نیست؟ چرا شجریان خوبه کارش، ولی این یکی کارش آخوندیه؟ نکن علی جان، با ما بازان باش که با خلق خدایی، ما زیاران زهمشهریان چشم یاری داشتیم. خب هانی ایرانی نوشته عجب اونا شدن بچه پر رو، باریکلا. اینم مثل من داره فکر میکنه، حالم از این ویدیو، از این ویدیو کلیپ به هم خورد که یه مرد 70 ساله دنبال یکی همسن نوه خودشه. بله چون این آقا موهاش رنگ کرده، ولی با همه اینا شقیقه هاش 70 سال فکر نمی کنم باشه، یکم شما تخفیف بده، ولی 60 سالش هم باشه زیاده، 50 سالش هم باشه زیاده، این دختر خانمه مثل 20 تا 25 میمونه ماکسیمم. خب امید میگه که چیزی از کلیپ های لس آنجلسی کم نداره، فقط دختره حجاب داره، همین. این دوستمون سمجید خیلی قشنگ نوشته، نوشته بعد از این همه سال اگر هنوز ساکت میموند سنگین تر بود، چون اسم آقاسی روش بود، مردم خیلی انتظارشون بیشتر از این بود، نه صداش مثل مرحوم آقاسی به دل میشینه، نه این مزخرفی که به اسم موزیک ویدیو تحویل داده. امیدوارم این ویدیو آخریش باشه. منم امیدوارم، یا اگه ویدیوهایی میخواد درست کنه اولا یک کمی تمرین صدا ببینه، بعدم ویدیوهای درست حسابی.
میگه که این دوستمون فرشید دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا. من نمیخوام تو ذوق این آقا بزنم، اما آقاسی با عشق از روی صفای دل میخون، ولی این آقا داداش با حرکت دست و تیپ و لباسش که خیلی مصنوعیه میخونه به قول حافظ، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. باریکلا، خیلی قشنگ گفتی. خب خانم ناهی توضیح داده اسم این آقا احد مصبایی است نه آقاسی. از اسم و آهنگ آقاسی سوء استفاده میکنه. مهدی گفته که نه سوء استفاده نمیکنه، داره استفاده میکنه. این خط بین سوء استفاده و سوء استفاده هم خیلی به اصطلاح خط باریک و بعض وقت آدم نمیتونه تعیینش کنه. برادر آقاسی خواننده نیست. علی میگه، از علی دالاس میگه برادر آقاسی خواننده نیست، این یه شخص دیگری. خب همین که یه شخص دیگری اینقدر وجود نداشته باشه، اینقدر بدبخت و خار باشه، چون اول ویدیو نوشته احد آقاسی. البته گفتم بهتون کلمه آقاسی فامیلی آقای نعمت الله آقاسی نیست و این یه عنوان بوده، اینم میتونه بگیرتش، ولی اونی که ورشته نوشته برادر نمیدونم مرحوم آقاسی و فلان اینا، اون اشتباه کرد. خب اینجا نوشته محمد رجبی قشنگ، ممنون آقای سربی. ببینید دوستان، تو همین که همه دارن ایراد میگیرن، سلیقایی هم هست که اینو دوست داره، یادمون باشه. خب این چیه؟ شاسکل که آبروی آقاسی رو هم برد، این رو محمود گفته، قشنگ بود. بله خانم سحر سحر یا آقای سحر سحر گفته قشنگ بود. یکی دیگه دوستمون خانم مستانه شهر گفته به به چه جالب، روحش شاد باد، چقدر شبیه هستن به هم. راست میگه، یه حالتی شباهتی بینشون هست، ولی به نظر من اصلا اون دلچسبی آقاسی رو نداشت. خب این دوستمون که چون عکسش رو میبینم معلومه که خانمی هستن اسمشون شهین هست، نوشتن که متاسفانه هنرمندان ایرانی هرگز معرف خانوادهشان نیستن. تا به حال کسی شاید نمیدونست آقاسی برادر داره. خانم نیر هم نوشته با تشکر جناب سربی، خوب ولی صدای برادرش جذابتر بود، روانش شاد. اینم از این ماجرای ویدیو. نظر شما دوستان در رابطه با این ویدیو چیه؟ اگر ندیدید اول برید ببینید، بعدا نظرتون رو از طریق تلفن، از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل به ما بگید و ما هم به دوستان بیننده منتقل میکنیم. عکس رضا رو نوشتش رو نشون دادم، از حسین محمدی تشکر کردم. و اما موزیک ویدیو یک فیلمی بود میگفتن مال کلینت ایستوود، اسمش بود Good Bad Ugly، خوب بد زشت، تو ایران ترجمهش کرده بودن و این به نظر من یک کار زشتی بود. یعنی اینها چون خواستن از قافله عقب نمونن، همرنگ جماعت شو خواهی نشوی رسوا، به قول دوستان خودشون رو همرنگ و همگام کردن با آهنگ های مبتذل لس آنجلس. لس آنجلس کارهای قشنگ هم ارائه میدن با این محدودیتی که داشتن بعد از انقلاب در آمریکا، ولی آهنگای مبتذل تعدادش رو زیادتر هست تا اون. خب رضا صادقی از ایران آمده و کالیفرنیا بوده و جمعه همین پس فردا یعنی 8 آپریل در سالن لیزنر در وسط شهر، در قلب، به قول من بدم یا وقتی میگن در قلب، در مرکز این دانشگاه جورج واشنگتن هست. دوستان وقتی یه جایی قراره برید، یه مقداری زودتر برید، قشنگ جای پارکینگ پیدا کنید یا با مترو برید بگردید. اگه با خانمتون هستید، با دوستانتون هستید، اون اطراف رستورانشون، دانشگاه و اینها، نه که با عجله دیر، حالا آقا هنوز وقت داریم، بعدا سوار که میشین تون بپیچ جلو این بپیچ جلو اون، هم کنسرتو به دهن خودتون زهر میکنید، هم به دهن اون همراهتون. قشنگ من والا جمعه قرار بود برم این کندی سنتر، رفتیم هم، خیلی ممنون، تو برنامه قبلی هم تشکر کردیم از برگزار کنندگانشون. ساعت 6:30
قرار بود اونجا باشم. من 5 از اینجا رفتم و وقتی رفتم دیدم چه ترافیک بدی هم هست، گفتم خوب شد که زود آمدم. با همه اینها 6 و 10 دقیقه اینها رسیدم اونجا و رفتیم ماشین رو پارک کردیم. بعدم این پول ماشین پارکینگ پیدا کنید، $15 $20 بذارید، نگران نباشید. حالا وسط کنسرت ای آقا من 2 ساعت پول ریختم، الان 5 دقیقه گذشت $100 بهم جریمه میدن، خانم نشسته اونجا میخواد استفاده کنه، ببینم پول خورد داری، کلید ماشین کجا شد. حالا طرفم دیگه آقا چقدر حرف میزنی، آقا $20 این $23 بود و من چون روی اینترنت گرفتم رفتم $3 تخفیف بهمون داده بود. در صورت میری راحت پارک میکنی، وقتی هم زودتر بری قشنگ نزدیک الیویتور یا نزدیک در ورودی گیرت میاد و اینجا هم پارکینگ هست، فکر کنم $16 کنار خیابونم میتونید پارک کنید. من ترجیح میدم تو پارکینگ پارک کنم، راحت و آسوده. خب پس جمعه رضا صادقی از ایران با شما خواهد بود، کنسرت در لیزنر آدیتوریوم که قسمتی از جورج واشنگتن یونیورسیتی است، سالن بسیار قشنگی. من یادم اینجا همیرا اهدیه قرار بود همینجا آقای ویگن بیاد که متاسفانه مریض شد و ما هیچ وقت به اصطلاح نتونستیم ایشون رو ببینیم و فوت شد، اون هم روان شاد و یادش گرامی باد. و اما بریم سراغ از این نامه ها، اینها رو جمع کنیم بریم سراغ پوشه برنامه زنده. نه داخل اینها یه چیزایی دارم میخوام نشونتون بدم. دیروز برای من این اومده که دوباره $68,000 اگه میخوای مردم تیوی هی به ملت نگو حمایت کنید، ملت که میبینی حمایت نمی کنن. اونی که داره از اونی که نداره گداتر و فقیرتره. گفت از تنگی چشم فی دانستم من، آنان که قوی ترند محتاج ترند. بعد خب تا اینجاش هیچ اشکالی نداره، ما همیشه میدونستیم این تبلیغه، هی میاد که آقا ما به بیزینس شما، ما به شرکت شما اینقدر پول وام دادیم، برو بذار به حسابت، بعدم ما پدرتو در میاریم. تا اینجاش اشکالی نداره. ببینید این ببخشید تریک یا حرامزادگی تبلیغات، این بالا نوشته که نمیدونم ماه مارچ 14 $1,894 دلار شما برداشتی، بالانس اینقدر شد، نمیدونم 15 $68,000 دلار ریختی به حسابت شد اینقدر. من زنگ زدم گفتم این چیه، من برای من این قبلا آمده ولی هر بار آمده پاره کردم انداختم دور، من به این لون ها احتیاج ندارم. اینا لون های بهش میگن شارک لون، یعنی مثل کوسه هست منتظر ماهی هست و من و شما میشیم ماهی. اینا بعضی هاشون دوستان نقل مثلا 100% در سال میگیرن. این شرکت رو نمیدونم ها، ولی یادتون باشه لون که میگیرید اگر بانک بهتون نمیده کار شما یه اشکالی داره، نباید دنبال لون برید، نرید اون یکی که میگه اوکی حالا من بهت میدم ولی هفتگی به من اینترست بده، من بهت میدم ولی ماهیانه اینترست میدم. بعضی ها گولتون میزنن، میگه بانک به شما میگه 3%، من به تو میدم 2%. بانک 3% در یک سال میگیره، این 2% در یک ماه میگیره، یعنی دارید به این میدید 24%. دوستان $100 $200 $50 خرج کنید به یک کسی که وارده پول بدید، ولی با سر نرید توی این چاله ها و این چاه هایی که برای من و شما کندن. ببینید اصلا چجوری قشنگ تا 4/1/16 برای من استیتمنت فرستاده. استیتمنت یعنی حساب بانکی که کی پول گرفتی، کی پرداخت کردی، کی برداشتی. بعدم این زیر برای ما $68,000 فرستاده. خب این کاغذش سفیده، من استفاده میکنم، من کاغذها رو ریسایکل میکنم، ولی نه بعضی وقتا برای که نبینیش و دیگه ناراحت نشی بهتری کار اینه پاره کنید به قول سعید عزیز آشغال برای سطل آشغال. این یک. خب ببینیم که توی این گفتم کاغذ براتون گذاشتم. خب هنوز اون تبلیغای قدیمی کار میکنه، مثلا با نامه میفرستن در خونه، یا این یه بسته میاد در خونه تو مینسه، این بسته شامل $2,000 کوپنه، مثلا نوشته که بیا یه بستنی بخر، یه بستنی مجانی ببر و الی آخر. شما هم سعی کنید از این تبلیغا استفاده کنید، باور کنید همش کار میکنه، همون تبلیغ بعدم کار میکنه. و اما یه چی براتون بگم، مواظب باشید دوستان، درسته که کریگلیست
به شما امکان میده مجانی آگهی بذارید و اینها، ولی افرادی هم روی کریگلیست نشستن که کلاه شما رو بردارن. خود من یکی از دوستانش پسرش یک از این ایکس باکس و اینها گذاشته بود روی کریگ باز، دو تا پدر سوخته آمده بودن و براش هیچی فرستاده بودن اینها، این بنده خدا رفته بود یه پول زیادی هم داده بود که یه روزه پستش کنه از اینجا نمیدونم به شیکاگو و اینها فرستاده بود رفته بود، اونام براش یه چک قلابی فرستادن. خیلی مواظب باشید. این پدر سوخته های کان آرتیست شیاد شارلاتان اینها همیشه یکی دو قدم حقیقتا از تکنولوژی جلوترن. هرچی بانک میاد یه کاری میکنه که اینها نتونن، اینها یه کار دیگه میکنن. ما یه چیزی زدیم آگهی، یه صندلی مخصوص داشتیم زدیم توی چیز، گفتیم بابا ما نمیخوام اینو، خریدیم 600 دلار الان میفروشیم 250 دلار اور بست آفر یا بهترین پیشنهادی که یه نفر انجام میده. فوری ما اول اشتباه کردیم، ساعت 7 شب پریشب زدیم بعد برنامه و اینها، ساعت 10:45 یه نفر برای من تکس فرستاده که شما میتونی با عمه من تماس بگیری، این ایمیلش، من دارم میرم دانشگاه. گفتم بابا این موقع شب که به کسی تماس نمیگیرم. باشه من فردا صبح. دیروز صبح ما با عمه ایشون تماس گرفتیم. ببینید دوستان، هنوز 48 ساعت نشده چک قلابی دست من رسیده. اون موقعی که ما کار میکنیم یه ما دو ما با وایسیم تا چکمون دستمون برسه، ولی برای این شیادا و شارلاتانا چک قلابی آردی دست ما رسیده. حالا ماجرا چی؟ ما برای این عمه ایشون که حتما یک آدم مفتخور مرد که گونده ای نشسته بری شما میخنده، ایمیل زدیم که بله این صندلی هنوز هستش، دیروز صبح اولی. میگه اوکی، شما همین الان برو از توی لیست درش بیا، من اینو خریدم و من اون 250 دلاری که میدم هیچی، 50 دلارم میدم که شما این زحمت رو بکشی، نماینده من میاد دم در میگیره ازت میبره و من کرم، این یکی دیگه نوشته بود، من کرم به خاطر همین با تلفن اینا هم صحبت نمی کنم، شما آدرس و اینها رو بنویس ما هم چیز کنیم. من اینا رو یکم میذارم سر کار، اذیت میکنم گاهی وقتی میخوام یه 10-15 دلار اینها خرج کنم. خب ایشون ورداشته با UPS که میدونید UPS یه نامه که شما بفرستید بگید میخوام overnight، یعنی فردا صبح دست طرف باشه، 12 دلار 13 دلار مینیمم از شما میگه. اولا این کشیه چکای قلابی رو چجوری چاپ کرده رو به اسم من نوشته و اونا مبلغم گذاشته 2495 دلار. ای آقا ما که گفتیم 300 دلار 250 دلار اون صندلی، اینم 50 دلارم برای که قرار ما زحمت بکشیم. چه زحمتی یه نفر بیاد اینجا بگیره ببره. میدونم دیگه، من اینا رو میشناسم. این که آمد امروز صبح UPS تق 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 صبح اول صبح در زد و ما اینو گرفتیم، آمدم ایمیل فرستادم برای همین طرف که بله چک شما به دستم رسید. گاهی وقتی باید شما هم اونا رو بذاری سر کار. چرا؟ وقتی شما وقتش رو میگیری اقلن باعث میشه این تو اون وقت کلا سر یکی دیگه نذاره. این فلسفه منه، اشتباه یا غلط نمیدونم. نوشتم که رسید ولی شما قرار بود 300 یکم خودتون بزنید به خنگی، شما قرار بود 300 دلار بفرستید، این 2495 دلاره. بله 2495 دلار. نوشت که به به، ممنونم از این صداقت شما و من چون چیزای دیگه هم تو اون منطقه خریدم و شما رو صادق دیدم، حالا تو مغز خودش میخنده، یعنی شما رو احمق دیدم، برای شما این چک رو فرستادم، شما این رو همین امروز بذار تو حسابت، فردا که نقد شد برو از بانک اینقدر پول رو بگیر به این حساب بفرست برای من بیاد. من موندم توش. اولا بانک سالهاست یه قانونی رو به نام چک 21 گذاشتن و تصویب شد که مردم بدونن چک، اون وقتا هم گفتن چک موعدی، چک سررسید، یه چیزی اینجوری وعده‌ای به اصطلاح ننویسن. چک یعنی کش دوستان، چک یعنی نقد، چک یعنی برای که شما پول همراهت نبری، خطر داشته باشه گم بشه، پول رو میذاری تو بانک، دست چک یا کاغذ رو میبری میدی به اون بیزینس، اون میبره پوله، باید اول تو بانک باشه که شما چک بکشید. این رو تو ایران هم رعایت نمیکردن متاسفانه، هیچ کم به ما درس نمیداد. که در هر صورت بانک کارش اشکال داره،
چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که من اگر اینو بردم امروز دیپازیت کردم، واقعا بعضی وقتا 100 دلار میزه به حسابم، باقیشو نگه میداره تا دو سه روز. بعضی وقتا همون موقع نگاه میکنه میبینه آقا من آدم خوبیم، اعتبار دارم، مشتری خوبیم براشون، همون موقع این پول رو میریزه به حساب بدونی که چک کنه که این چک قلابی هست یا نه. خب بانک، سیستم بانکداری، اگر شما هنوز نمیتونید کنترل کنید که این چک قلابیه یا نه، من یه آدم معمولی از کجا بتونم اینو چک کنم؟ پس این اشکال بانکه. حالا بیایم بانک بذاریم کنار. حتما شما هم دیدین مثلا تو آمریکا یه مشت پلیسی سر و روشون رو پوشوندن و اینجوری و میکروفون اینجا و گوشی اینجا و اینها ساعتها میشینن. حالا مثلا دو بعد از ظهر قرار بوده بره خونه شون، وای میسن after hours یا overtime کار میکنن، به اصطلاح حالا دیگه دو سه برابر هم حقوق میگیرن. یه ماشین کادیلاک 60,000 دلاری رو برمیدارن میبرن، 20,000 دلار دوربین و وسیله و کامپیوتر روش سوار میکنن، این کادیلاک رو میبرن توی محل بد آمریکا، درش رو واز میذارن، کلیدم میذارن توش، گاهی وقتا حتی روشن نگهش میدارن. یه بدبخت خدازده معمولا سیاه‌پوست که توی اون منطقه اصلا ماشین 2000 دلاری رد نمیشه، جرئت نمیکنه. حالا میبینی یه ماشین 60,000 دلاری، مثلا کیفم توشه، کیفم بازه، یه چند تا پولم توش پیداست. حماقت پلیس رو ببین، این بدبخت خدازده که حالا تنبله نمیخواد پیاده بره خونه، میگه آقا سوار این ماشین میشم این پولا رو برمیدارم. تا سوار ماشین میشه درا قفل میشه و این پلیسا انگار که حالا فتح چی میگفتن، شق القمر کردن یا فتح خیبر، میان بوخ فلان میریزن جلو، این بدبخت رو میکشن از ماشین پایین. اینا که معمولا خودشون شلوارشون و تنبونشون نصف قنبلشون هم میشه، شلوارش از پاش در میاد، چک و چیلش میزنن رو آسفالت و خرد و داغون و خمیرش میکنن، همه خوشحال به همدیگه هم اینجوری های فایو میدن که چه شد، ما یک کریمینال، یک جانی، یک جنایتکار، یک خاطی رو گرفتیم. حالا چند این خرجش شده برای من و شما؟ مثلا 200,000 دلار، 60,000 دلار ماشین، 20,000 دلار، چقدر پول به اینها فلان، چقدر این بدبختی که داشته میرفته خونهشون میگیرن میبرن زندان. این آقایی که تا امروز بلد نبوده یه ماشین بدزده، وقتی میره تو زندان کورکشن فسیلیتی، یعنی جایی که به اصطلاح اینها رو تصحیح میکنن، آموزش میدن، برید ببینید چه مزخرفی، فیلم های خود آمریکا رو ببینید. بعد از اونجا که میاد بیرون یک دزد حسابی تحویل من و شما میده. اینم کار کردن بانک رو گفتم، اینم کار کردن پلیس. حالا من سوالم اینه، شما فکر میکنید بنده اگر امروز زنگ بزنم به پلیس، زنگ بزنم به FBI، بگم آقا این اسم طرف رو داده، آدرسش رو داده تو شیکاگو، به من گفته برو یه مانی اوردر بگی برای این پست کن، خب شما این کار رو انجام بدید، مانی اوردر رو بگیرید برید اونجا، اینو وقتی رسید بگیرید، این ببینید به کی میده، اونم بگیرید. یه نفر این کار کرده بود با اینا که سوء استفاده میکنن از جامائیکا، نه اون یکی نایجریه، از اونجا طرف گفت آقا هر چی ما نشستیم پلیسی چه اقدامی نکرد، گفت خودمون راه افتادیم رفتیم و موفقم شده بود. پس اشکال داره دوستان، این کارا اشکال توشه، از کار بانک گرفته اشکال داره، از کار پلیس و FBI اشکال داره. اگر نداشت این مفتخورا هی هر روز زیاد و زیادتر نمی شدن. حالا چون داشتان این داشتم می گفتم، بعد یه بند خدایی اتفاقاً تلفنش مال خارج از اینجا بود، برای من تکست فرستاد که آقا این صندلی رو من میخوام و میتونم امروز بیام؟ گفتم بله. گفت من میتونم ساعت 8 بیام چون من تا 6 کار میکنم. یه آقای اومد، احتمالاً کلیمی هم بود چون توی موزه هولوکاست کار میکرد و ساعت 8 شب، من تازه حتی نوشته بودم 250 دلار یا بهترین پیشنهاد، اگه شما بگی گفت میشه بدم 200 دلار، 240 دلار، قشنگ 250 دلار شمرد گذاشت و برداشت. یعنی شما ببینید یه نفر میخواد یه جنسی رو بفروشه، یه نفرم میخواد بخره،
جالب این بود که اون آقایی که خرید گفت من این رو برای همسرم میخوام، همسر من کمردرد داره و خوشحالم که این صندلی رو که من برش ببرم خیلی خوشحال میشه. حالا این یه معامله خوب انجام شده، حالا اون میخواست یه معامله صندلی رو، من صندلی که میمونه اینجا چون میگه از تو لیستم درش بیار، بعدم برو این پول بذار و فلان و هدک. من داشتم دوست داشتم خونهش رو میخواست اجاره بده، مهندس یا آدم باهوش، باهاش تماس گرفتن گفتن که ما خونت رو میخوایم برای یکی از اینایی که میخواد منتقل بشه اونجا، چک هم برات میفرسیم، چیزی که از چک حمل و نقل و همه چیزها رو برات میفرسیم، شما پول یک سالش هم بردار باقیش بده به این. این بنده خدا مثلا 60-70 هزار دلار چک براش فرستادن، برده گذاشته به حسابش، بانک حماقت کرده چک رو نقد کرده، این بنده خدا هم رفته به باقیش رو پول برداشته فرستاده برای این چیزا. بعد بانک اومده اینو گرفته، نگرفته، بهش گفتن آقا این چک قلابیه. خب آقا چک قلابی رو من باید بشناسم؟ شما چند تاتون دستگاه دارین که وقتی یه نفر بهتون پول میده بکشید روش؟ بله یه ماژیکایی هست میخری، وقتی دلار 100 دلاریه معمولا میکشن، اگر قلابی باشه میشه که رنگش عوض میشه، ولی چند تاتون این کارو میکنید؟ این وظیفه بانکه که پول که میاد دستش بهت بگه آقا این پول قلابیه، از هر جا گرفتی یا پسش بده یا اگه چیه بندازش دور یا پارش کنن. در صورت سیستما به بنبست رسیدن. شما هم اگر مشکلاتی مسائل اینجوری داشتید بیاین بگید دوستان، پنهان نکنید، خجالت نکشید، بذارید دیگران اگر شما اشتباه کردید از اشتباه شما پند بگیرن، اگرم نه واردید مثل من دارید اذیتشون میکنید، به اونام یاد بدید که اذیتشون کنن، اینا رو بذارن سر کار و این چک 2495 دلاری رو بنده جلوی شما مثل اون چک 68,000 دلار این چک هم درستش کرده، حتی وادرمارک داخلشه، حتی نوشته روش که این وادر، یعنی من نمیدونم این کاغذ ها اینا رو از کجا میاره. بعدم هارتفورد اسکرو این، بله اسکرو برای که تو بخوای پید آدم ها رو اسکرو کنی، نه که اسکرو اکانت، بدونید تراست و اسکرو اکانت و اینها چیزایی که تو آمریکا رسم هست. ساعت دوستان 2:46 است و ما هنوز چیزی به شما نگفتیم. پس تا اینجا شد مثل چی؟ مثل آدامز، جویدید و جویدید ولی هیچ چیزی نصیبتون نشد. البته همون آدامز هم یه حسنی داره، خوراکتون رو هضم میکنه. شما حتما شنیدید که ما هم گفتیم راجع به ماجرای ایران ببخشید ایر فرنس که آخوندا بهشون گفتن شما وقتی میخواین بیاین ایران از رو مرز ایران که میاین این مینی ژوپ و اینا رو با بردارید، مانتو و شلوار و روسری. پس شد چی؟ حالا دیگه ایران به اینها دستورم میده که یا روسری یا توسری. حالا ببینید چه کار کرده. ایر فرانس هم قشنگ یه لچک کرده رو سر هواپیما داره میاد. این رو رادیو فردا به نظرم میاد درست کرده و دوستمون آقای علی شیرازی اگه اشتباه نکنم، بذار ببینم، نه آقای مسعود سهیلی، ممنونم از ایشون فرستادن. و دوستان ببینید اونایی که فکر میکردن فرانسه مهد آزادیه، دموکرات هستن، یادتون باشه همین فرانسه در زمان جنگ ایران و عراق به عراقیا هواپیماهای جنگی میگ اگه اشتباه نکنم، نه یا اون مال روسیه بود، یه چیزی بود مال فرانسه، اونو که میفروخت و میداد کرایه و اینا، هیچ حتی خلبانهای کرایه‌ای میداد به این که برید بزنید این ایرانی ها رو. بعد اونایی که میگن آقا ما چه دنیایی داشتیم در زمان شاه بدون پاسپورت میرفتیم فرانسه، اینا فقط پولتونو میخوان، حالا چه به این صورت خودتون برید اونجا خرج کنید، چه به این صورت بیان بزنن و بکشنتونو ببرن. اینم از این. و اما ماز جبرانی هنوز هم فکر کنم در همین منطقه ما هست، چون با همسرش و بچه هاش آمده بود، احتمالاً سپرینگ بریک هست و میخواسته خب بچه هاشم این واشنگتن رو ببینن. دوستان بهتون گفتم این هنرمندا واقعا زندگی مشکلی دارن، فقط این عشقه که اینها رو به اصطلاح میذاره بیان و برن و اینها، و الا این مسافرت هایی که اینها میکنن، امریکایی ها میگن این طور، یعنی از عمرشون واقعا کم میشه. خب میدونید که هر ساله نیاک یه برنامه‌ای داره
که امسال ششمینش هست برای یک کنفرانس لیدرشپ. این لیدرشپ اینجا واقعا معنی رهبریت و اینها نمیده. نمیدونم یک کسی این رو برای ما ترجمه کنه به فارسی، لیدرشپ کانفرنس یعنی چی. ولی خبر خوبش اینه، من تا اونجایی که بتونم این کنفرانس ها رو میرم، افراد معروفی رو میارن، صحبت های مختلفی رو شما میبینید و میشنوید اونجا، و به نظر من اگه تو این منطقه هستید حتما برید. از 24 سپتامبر هست، بعد نوشته که اوپنینگ، روز اوپنینگش اون روزه، نوشته که ماز جبرانی هم در این برنامه هست. برای این دوستمون که این رو فرستاده بود، ببینم خانم الهام خاتمی بود، نوشتم که من معمولا 100% تلاش میکنم بیام، حالا که ماز هست 200% تلاش میکنم بیام. نوشته که early bird registration end May 1st. اگر میخواین بلیط ها رو ارزون تر بخرید و اینها، دوستان زودتر اقدام کنید. بهتون گفتم هفته پیش بلیط های آقای ماز جبرانی تموم شده بود، دوستان یکی پس از دیگری هی به من میگفتن شما از آقای ماز جبرانی خواهش کن. ماز جبرانی هم میگو والا دوستای خودم هم به من هی زنگ میزنن، ولی حقیقت اینه که سیستم اینجا رو که شما میدونی بلیط ها اونجاست میفروشن، طرف اصلا بدونی که ما بدونیم میره رو اینترنت میزنه آقا من ردیف H شماره 103 شماره 104 میخرم دیگه، این دست ما نیست. بله ممکنه یک کسی 30 تا بلیط نگه داره برای دوستان آشنایان، وقتی اینجوری بشه میدن، ولی دوستان اینا هم چند تا دوست دارن، چند تا آشنا دارن، چقدر ما هممون انتظار داریم ما رو مثل خانواده‌شون، مثل دوست، مثل بهترین دوستشون به اصطلاح تریت کنن. در صورت سر صبر بخرید، نگید حالا صبر کنم شاید ببینم، خدای نکرده بابام فوت شد فلان. آقا خانم اگه باباتم فوت شد این تیکت رو بده به دو نفر، بگو آقا بابام فوت شده، شما برید لذت ببرید، اونها بگن روح بابات شاد اگه روحی هست، یا یادش بخیر، یا ممنون، یا هر چی، چی میدونن چی میگن، چی میگن آمریکایی‌ها، rest in peace، بخواب در خواب خوب. در صورت این هم از این ماجرا که 24 اینها، من سعی میکنم آگهی هاشون رو بیشتر به شما نشون بدم. و اما ماهنامه روشنگر، این مجله یا ماهنامه به قول خودشون، این هفته نامه و مجله و ماهنامه و روزنامه و اینها هم یه چیزایی که ما یه سریشو به آمریکایی میخوایم بگیم، به خارجی همونجوری که شروعش از اونها بوده، مثلا این مجله، مگزین، هرچی که میگن، یه سریشو میخوایم فارسی کنیم که گاهی وقتا دوچار اشکال میشیم. این ماهنامه روشنگره، یه تبلیغ مجانی هم برای اینها بکنیم، اینها که همشون بیمرام و بیمعرفت هستن و تبلیغ به تلویزیون مردم نمیدن، ولی ما کار خودمون انجام میدیم. روشنگر گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. ماهنامه روشنگر آپریل 2016 شماره 103. اینجا یه عکسی رو نشون میده که یک دختر خانم ایرانی نشسته کنار خیابون و در حال نواختن سنتور هست. اینا ورشن زیرش نوشتن عقب راندن حاکمیت در ایران توسط زنان. بابا این دختر خانمو با حاکمیت در نندازید، این هنر، ذوق هنره. والا این شما فکر نکنید این آمده نشسته اونجا آقای سیامک ستوده که حزب شما پیروز بشه، و چون من و شما بی ارزه هستیم نشستیم تو کانادا و آمریکا، این دختر خانم تو ایران داره این کار میکنه. نچسبونید همه چی رو به خودتون، از همه چیز اعتبار برای سازمان‌های بی اعتبار خودتون نگیرید. چهارشنبه سوری، بله هزاران مردم آمدن، مجاهدین رفتن یک کاغذ به اسم مریم رجبی چسبوندن زیر یک پلی که هیچ کس هم نمی‌بیند. برید خجالت بکشید، برید گم شید. منظورم به آقای ستوده نیست، بنده خدا زحمت می‌کشه می‌ذاره، ولی آقای ستوده شما این همه سال، این همه کتاب نوشتی، این همه فعالیت کردی، به من بگو چند تا طرفدار داری. اگه فردا بگی ملت توی اصفهان، چون ایشون اصلش اصفهانی، توی اصفهان بیاین توی خیابون و بشینید خیابونا رو ببندید، چند نفر فکر میکنید به حرف شما گوش میدن؟ خب آقای سیامک ستوده
من از برنامه هاش و اینها که استفاده میکردم هیچی، یه چند تا مرام خوب داره. یکی از اونها اینه که یادتونه من نقل چپ چهارشنبه سوری، هالووین، اینها هم با آقای سهیلی هم با آقای حسن خواجه عبدالله اینها گفتم بابا جون اگر خرافاته این خرافاته اون خرافاته. دوستان اگر بعد یه آدم 60 ساله بره دنبال یه دختر 20 ساله، خواننده باشه بده، آخوند باشه بده، شجریانم باشه بده. این آقای ستوده این قسمتش خیلی خوبه، میگه کوروش پرستان. اخیراً در یک کلیپ اینترنتی که در فیسبوک و رسانه‌های مجازی به گردش در آمده است مشاهده می شود که بعضی از بازدید کنندگان از آرامگاه کوروش در پاسارگاد به محض ورود به محوطه مقابل ساختمان مانند مسلمانان خود را به زمین انداخته. بذارید این رو براتون بزرگترش کنم که خود منم اینجا به اشکال دارم می خونمش. بله خب، البته اینا پرینترشون یا پرینتشون خوب نبوده، خط خوبی نیست، فارسی هم خطای مختلف داره، ولی این یک کمی تیک تیکه شد. مقابل ساختمان مانند مسلمان خود را به زمین انداخته، در برابر آرامگاه به سجده می افتند. یادداشت زیر در این رابطه نگاشته شده است. و اما این هم عکس آقای سیامک ستوده و ببینیم یادداشت زیر چی میگه. کوروش پرستان نیز همانند خدا پرستان، ایران پرستان، گاو پرستان، آتش پرستان همه از یک قماش، همه از یک قماشند. از قماش پرستندگان، از قماش. خب ببین آقای چیز، وقتی من اینو نمیتونم بخونم وای به حال بیچاره دوستانی که نمیدونم چجوری بگیم. آخه خدای این مثل که این نشریه چاپ میشه، حالا نمیدونم چاپیش هم به همین بدیه. بذارید ما یه پاراگرافشو بخونیم ببینیم میتونیم اینجا رو اینجوری بزرگتر کنیم. بله، کوروش پرستان و اینا گفت که اینها هم مثل خدا پرستان هستن، همه از یک قماشن. از دوران کهن فکری و خرافات گرایی انسان است، دوران شاهان و خدایان رسمی که حاکی از رابطه فرمانبردارانه میان فرمانده و فرمانبر است. از این رو نمیدونم مبین توضیح بقایت غیر عادلانه قدرت در جامعه، این کلمه مبین و مبین و نمیدونم مبرهنه است و اینها، گاهی وقت من یادم میره کدومشون درست، در جامعه و در دو سر رابطه است. یکی صاحب اسامی قدرت و در واقع قدرتی مطلق و دیگری که پرستنده است. در اصل این مدنم هست، من همینجا به این دوستان بگم دوستان این نوشتتون رو اگر من نمیتونم بخونم هی بزرگش میکنم کوچکش میکنم، خب احتمالاً این اشکال داره، چاپتون یه اشکال داشته، درستش کنید. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. همونجوری که میدونید برنامه ما از همه جا، از همه چیز، به قول معروف از هر دری سخنی هست. و یه برنامه بود اون وقتا توی ایران، میگو از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، آنچه شما میخواهید در سری برنامه های، یا اسمشو میگو یا بعد اون چیزه رو میگو. اینم ماجرای این. و خب حالا عکسای قشنگی هم به شما نشون بدم. میدونید که اینجا رسم روی فنجان قهوه که چه عرض کنم، روی لیوانهای قهوه که بهش میگن ماگ، به این بزرگی یه چیزایی مینویسن. بعض وقتا اسم شرکت ها هست، تبلیغه، و بعض وقتا برای دوستشون، عمهشون، یه چیزی که میخوان بخرن اینا رو مینویسه. نوشته که من هیچ وقت راهنمامو روشن نمی کنم که این به هیچ کس مربوط نیست که من کدوم طرف میخوام برم یا مقصدم کجاست. میگه که من از چیزایی که من رو فت میکنن دوری میکنم. یکی از اونها ترازو هست که خودم رو میکشم، یکی از اونها آینه است که خودم رو میبینم، و دیگری عکس ها هست که توی اون عکس ها هم خودم رو میبینم. این میگه که اگر بله این جالبه، این ماجرای جرنی و دستینی و اینها توی زندگی خیلی میاد
که مثلا زندگی یه هدف نیست، یک بعضی ها میگن سرنوشته، بعضی ها میگن یه راه، یه جورنیه، نمیدونم. در صورت این هم حالا که کلمه رو دیدم یادم افتاد، میگه if it's journey mine is between the fridge and the computer، میگه اگر این یک سفر، یک راه، یک چیزی هست، مال من بین یخچال هست و کامپیوتر، میشینم با کامپیوتر کار میکنم، میرم از یخچال چی برمیدارم میام میخورم. When I get a headache I take 2 aspirin and keep away from children just like it says on the bottle. میدونی که روی قطعی داروها نوشته این دارو رو از بچه ها دور نگه دارید. این خانم امه کیه؟ آنتی آپو آپیو یا هم چیز. این خانم میگه که من وقت سردر میگیرم 2 قرص میخورم و همون جوری که روی قطعی قرص نوشته از بچه ها هم میرم دور وای میسم. Be nice to nurse, they keep doctors from killing you. Be nice to nurses, they keep doctors from killing you. این هم 1001 معنی میده که خودتون دیگه هر جور خواستید. میگه با پرستارا نیست و مهربان باشید، چون اونها هستن که باعث میشن دکترا شما رو نکشن. I think Snow White had the right idea. She moved in. اسنو وایت میدونید یه چیز کوچیکی که دو داستان ها بود، یک خانم دختر کوچولویی بود با 7 از این مجتای چی بهشون میگفتن اسنو، خدایا اینا رو به فارسی اون وقتا اینا بعد ترجمه کردن، مثلا فیلم ساوند آف میوزیک، آوای موسیقی و اینها رو تو ایران آمده بودن ترجمه کرده بودن، اشک ها و لبخند ها، اصلا هیچ رابطه بین اون اشک ها و لبخند ها با آوای موسیقی و اینها نیست. در اصل نوشته که این میگم بعضی وقتا این چیزایی هم که اینها می‌نویسن به کار ما نمیخوره، بیشتر به چیزای آمریکا و اینها میخوره. اجازه بدید بریم روی ایمیل بعدی، ولی اون چند تایش که در رابطه با ما بود خوب بود براتون نشون دادم. و اما امروز با دوستمون آقای یزدان خدابندلو که امیدوارم به زودی، گفتم قرار شد بعد از اینکه تعطیلات عید تموم شد ما با ایشون باشیم تا در رابطه با این مقاله‌ای که نوشتن جمهوری ایرانی و صحبت‌های دیگه‌ای که دارن برنامه‌ای داشته باشیم. امیدوار باشیم این برنامه‌ها بیشتر از نوشتن اثر بذاره، یا حتی امیدوار باشیم که این برنامه‌ها تشویق کنه من و شما رو که بیشتر بریم دنبال نوشته و دنبال خوندن و الی آخر. نوشته که جی او پی میدونید که همین گراند اور پارتی مال ریپابلیکن ها و اینها هست، میگه میتونه یک مقداری به اصطلاح از این مخارج کالج و اینها اینجا معضل بزرگی شده. حالا براتونم میگم چرا. اینجا تا یه مدتی به خاطر همین هم هست که هنوز تو آمریکا وقتی یکی دیپلم میگیره اون جشن دیپلم رو حقیقتا سنگ تموم میذارن، خانوادهش و اینها، و همه میان و دعوت میکنن اینها. بعد یه مدتی دیگه الان دیپلم چیزی نیست و همه باید برن دانشگاه و فارغ التحصیلی دانشگاه، ولی هنوز جشن فارغ التحصیلی دیپلم رو از دبیرستان رو بیشتر جشن میگیرن. و این شروع کالج، دبستان و دبیرستان و مدرسه راهنمایی توی آمریکا مجانیه، ولی دانشگاه ها، کالج ها و اینها همشون پولیه، مجانی نداریم. داریم یه عده‌ای که مثل کامیونیتی کالج هستن و اینها ارزون ترن، ولی مجانی نداریم. اگر داریم و من نمیدونم، دوستان شما لطف کنید به من بگید که کدوم دانشگاه در آمریکا مجانی هست. بله، مثلا شما وقتی عضو ارتش میشید دانشگاه که میرید مجانیه، ولی ارتش داره برای شما شهریه دانشگاه رو میده. میگه For too many graduates a college diploma comes with mountain of debt. میگه برای بسیار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها این فارغ التحصیلی با یک کوهی از بدهکاری میاد. و میبینید که یک کوهی رو اینجا درست کرده با این پولا که این بیچاره ها داخلش هستن. این یکی دیگه اصلا داره میفته ازش. نوشته Number of student loan borrowers، تعداد اونایی که دانشجویانی که پول قرض کردن
از قرض میکنن 42 میلیون نفره. میگه که میانگین وامی که قبول میکنن از بانک و از پدر مادرشون از دانشگاه ها 35 هزار تا هست. این میانگینه. میگه که percent of borrowers in student loan default، میگه وقت اونایی که نمیتونن پولا رو پرداخت کنن 25% 1 in 4. خیلی ها، یعنی شما الان میدونی که 40 میلیون دانشجو فارغ التحصیل میشه میاد، 10 میلیون از اینها بدهکاریشون رو نمیتونن بدن، حالا اون 30 میلیون دیگه هم بدهکاری رو به چه بدبختی میدن بمانن. بعد نوشته اینجا American student loan، بدهی دانشجویان آمریکایی 1.2 trillion، یعنی 1.2 یا میشه بگیم 1200 میلیون دلار، درسته 12 تا 0 تریلیون هست. حالا میگه هنوز این به اصطلاح ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها نمیخوان که کمکی کنن. البته میدونید هر دو نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری از طرف حزب دموکراتیک اینجا دموکرات ها، خانم هیلری کلینتون و آقای سندرز، که میگه اصلا دانشگاه باید مثل مدرسه مجانی بشه، همون جوری که ما تونستیم مدرسه ها و اینها رو مجانی کنیم، باید بودجه ها رو یه جوری تنظیم کنیم که هر کسی به دانشگاه هم خواست بره مجانی بره. خانم هیلری کلینتون چون تحت فشار این تبلیغات سندرز قرار گرفته، اون میگه که نه نباید مجانی بشه، ولی اگه کسی رفت و درس خوند و آمد کار کرد، ما این بدهی رو باید بهش ببخشیم یا بهش بدیم و اینها. حقیقتا میگن حتی اگه سندرز برنده نشه، ولی هیلری رو مجبور کرده که مثل اون عمل کنه. و دیروز خانم الیزابت وارنر رو نگاه میکردم که ای کاش این زن سناتوره، ای کاش این زن آمده بود به جای هیلری و به جای برنی، چون این مجموعه این دوتاست. ولی ایشون گفت با همه اینها، اینها هر دوشون بهتر از اونا هستن و هر کدوم، اگر شما دنبال سندرز هستین اون یکی دنبال هیلری کلینتونه، و هر کدوم برنده شدن بعد اون یکی بیان اون یکی رو حمایت کنین، نگه این حالا که مثلا سندرز نشد من میرم به ترامپ رای میدم. حتما این کار انجام بدید. خود من میخواستم دیگه در رای گیری شرکت نکنم، چون اینجا یه نفر یه رای سالهاست از بین رفته، اینجا به قول دوستان دلار هست که رأی میخره و فلان اینها بمانند. ولی امسال تصمیم گرفتم و رفتم با آقای برنی سندرز هم تو قسمت اولیه رأی دادم، امیدوارم توی نوامبرم هنوز باشه و رأی بدیم. اگر نبود به خانم هیلری کلینتون رأی میدیم که دیوانه ای مثل دونالد ترامپ نیاد. امیدوارم بابک عربی از من ناراحت نشه، چون بابک مثل که طرفدار ترامپه. و اما دوستان، شما حتما اگر برنامه من رو دیده باشید، من 20 سال برنامه دارم، 18 سال برنامه دارم، یه 2 سالی پشت دوربین و اینها کار میکردم توی اتاق کنترل، توی استودیو اینها، الان 17-18 سالی که جلو دوربین با شما هستم و چه اشتباهی کردم. کاش که عاقل بودم و همون پشت وای میسادم، مثل اونایی که هر چی میخوان، هر بلایی میخوان، هر خفت و خاری به سرتون میارن و شما نمیدونید اونها کی هستن. برید مثلا این فضول محله، این هم تبلیغ مجانی، احمقا روی وبسایتشون نوشتن که اگه مقاله می‌نویسید، فیلم می‌سازید، اینها بیاین با ما همکاری کنید. بعد براش نوشتم، میگه نه ما ترجیح میدیم با گروه خودمون کار کنیم. گفتم خب هارون زاده احمق بنویس من شاه اللهی ام، فقط شاه اللهی‌ها بیان. بعد میگه حالا اگه ما شاه اللهی هستیم چرا از ما کمک خواستی؟ میگم من کی از تو کمک خواستم؟ تو نوشتی همکاری، تو هنوز تفاوت همکاری با کمک از کسی خواستن رو نمیفهمی. همکاری یعنی من دارم نیروم رو میذارم مجانی به تو کمک میکنم. حالا اینا ببینید سایتاشون چقدره، برید ببینید پشتشون کیان، برید ببینید کیان. این دوستمون آقای مردم ریپورت داد نت، برید ببینید کیه این آقای کاوه کوین کیه. 6 سال ما رو علاف کرده بود، ما همه زندگیمون رو داده بودیم دستش. اگه شما بگی من یه شماره تلفن از این داشتم، اگه بگی یه عکس داشتم، اگه بگی من یه ایمیل بر ایمیل که شما هر روز میتونی عوض کنی، ولی برید ببینید اینا کیه. برگردیم به این حرف، 18 سال ما اومدیم نشستیم
خودمونو گذاشتیم توی این صندوق شیشه‌ای و هر کس و ناکس، هر بی پدر و مادری میتونه به ما سنگ بندازه، اب نداره، ما نشون دادیم. و همین احمق دیروز گفتم که ببین شما اگه وجود داشتید، تو که میگی من و تیم، چه تیمی؟ یه مشت عقب افتاده مثل تو همتون مخفی قایم تو کشورهای اروپایی، تو آمریکا شما قایم شدید احمقا. خب سزاتونه که آخوند تو سرتون بزنه. در هر صورت من بارها گفتم ای کاش یکی میومد میگو من میخوام به ایران برگردم یه مدرسه ای بسازم، ای کاش یکی میومد میگو من میخوام به ایران برگردم یه کوچه ای رو آسفالت کنم. همه میگن ما آرزومون اینه که بریم ایران بمیرم. ای بمیری همینجا، بمیری همه امروز هم بمیری، که اینقدر آرزو به دل نمونی. مگه ایران قبرستونه که میخواین برید بمیرید بمیرید اونجا؟ مگه ایران مرده کم داره؟ این دوستمون آمده، خب حالا اسمش رو نمیگی، البته این شعری که نوشته، نوشته از افشان، اسم خودش الکس، نوشته باز میگردم به سویت ای وطن کانجا بمیرم، دوست دارم بر سر آن خاک گوهرسا بمیرم. آخه این شعر بله یه احساسی هم با آدم دست میده، هومسیک و غریب و فلان اینا، ولی این چه مرضیه که تو شماها سرایت کرده که همتون میخواین برید اونجا بمیرید؟ بگید دوست دارم بیام آنجا مدرسه ای بسازم، دوست دارم اونجا بیام یک لوله آبکشی. این چی مزخرفه ای نشستید پای کامپیوتر رو برای خودتون شعر و کاسه شعر و ماجرای کاسه شعر رو اگه نمیدونید برید بخونید. خب اونو گفتیم، حالا بیام یه چیز دیگه. اینه که میگه تلویزیون مردم آنچه شما میخواهید از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، در سری برنامه‌های سربی با مردم، چگونه کلیه خیش را سمزدائی کنیم. ببینیم این درسته یا نه. دوستان اینا رو من نمیدونم، این روزا هر کسی شده دکتر، هر کسی از روی اینترنت برای من و شما می‌نویسه، و اگر قرار باشه همه این چیزایی که اینا میگن ما عمل کنیم، روز یک فروشگاه سبزی فروشی رو باید بخوریم، آخرش هم معلوم نیست مثل گاو مومو میکنیم یا مثل بره بعبع میکنیم. چگونه کلیه خیش را سمزدائی کنیم؟ اگر یک بار این را برای دیگران هم بفرستید، شما به نجات جان یک نفر کمک کرده اید. شاید سالها پشت سر هم میگذرد و کلیه های ما خونی که سرشار از نمک، سموم و دیگر مواد ناخواسته در درون آن است را تصفیه می کنه. با گذشت زمان نمک در کلیه تجمع می یابد، جمع می شود، تجمع می یابد، جمع می شود و نیاز به تمیز کردن با درمان بیشتری را پیدا می کنه. با در نظر گرفتن سلامت کلیه ها ما چگونه می توانیم بر این مشکل غلبه کنیم؟ دوستان این جمله درسته؟ با در نظر گرفتن سلامت کلیه ها ما چگونه می توانیم بر این مشکل غلبه کنیم؟ خب اونه که گفتی بگو چگونه می توانیم با این مشکل. این دوستان انشاءهای 16 دو صفحه بنویس 16. بسیار آسان است. ابتدا یک بسته جعفری را شسته و سپس خرد کنید، در یک ظرف ریخته و با مقداری آب به مدت 10 دقیقه بجوشانید و سپس بگذارید خنک شود. آن را در ظرفی ریخته و در یخچال بگذارید تا خنک شود. هر روز 1 لیوان از آب جعفری که به این طریق درست کرده بودید بنوشید و شما متوجه خواهید شد که همه سموم و نمک و مواد سمی از کلیه توسط ادرار دفع می شود و همچنین شما می توانید احساس خوبی را تجربه کنید که تاکنون آن را درک نکرده بودید. جعفری به عنوان بهترین پاک کننده و درمان برای کلیه ها شناخته شده است که یک سبزی، و بهتر است بگویم که یک درمان کاملا طبیعی است. ای کاش اینایی که اینا رو می گفتن اسمی می گفتن، اینم نه اسم مثل احد آقاسی که بعد معلوم بشه طرف اسمش مصباح هست و اینها. در صورت خود من جعفری رو خیلی دوست دارم. یادمه وقتی تو شیراز ساندویچ میخواستم بگیریم، اونجا توی فصلی کاهو میذاشتن، توی فصلی جعفری. من وقتی کاهو میذاشتن میگفتم هیچی نذار، ولی وقتی جعفری میذاشتن جعفری رو دوست دارم. همینجا هم جعفری رو خالی خالی میخورم. حالا یه سوالی از این دوستانمون، آیا اولا میدونید که میگن جعفری کالری منفی داره،
بعضی ها میگن مگه میشه چیزی باشه که کالری منفی داشته باشه؟ بله، چون کالری نداره و شما وقتی این رو میخوان بخورید باید بجوید و بعدم معدتون اینها باید یکم کالری مصرف کنه تا اون هضم بشه و دیر هضم هم هست، میگنش کالری منفی داره. یعنی اگه میخواین وزنم کم کنید روزی یه خورده جعفری همینجوری بخورید، خیلی هم خوشبوه. سیری خورده باشید، مشروبی خورده باشید، دهنتون بو بده، این جعفری رو اگر نشخوار کنید، نشخوار کلمه بدی نیست که، نشخوار کنید خیلی خوبه. خب اینم از این کلیه‌ها و آب جعفری و اینها. و اما بریم سراغ ایرج میرزا و این شاعر نامی ایران که متاسفانه ماها چون هنوز به خودمون دروغ میگیم شعرهای این رو باید در خلوت بخونیم و جای اگه گفتیم میگن وای خدا مرگم بده، چقدر بی‌تربیتی بود. اصل زندگی رو میگه، واقعیت رو میگه. شعری از ایرج میرزا: هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ زندان به چپاول سر این رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی‌ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. دوستان، ایرج میرزا برید ببینید در چه زمانی زندگی می‌کرد، برید ببینید این شعرها رو برای کی گفته. دوستی که میگه اینها هم از آخونده، ما نمیخوام از آخونده دفاع کنم، آخونده کارشون انقدر خرابه از دفاع گذشته، ولی اگر شما نیان ببینید چرا به آخونده رسیدیم، مثل اینه که شما هی بری دکتر بگی من دلم درد میکنه، اونم یه قرص بهت بده بری خونه، و هیچ وقت اون دکتر ازت نپرسه تو چی خوردی که دل درد گرفتی، که اقلن هم شما بدونی دیگه نخوری، هم اگه رفتی اونجا دوباره دکتره بگه ای دوباره مثلا خربازه با عسل خوردی که دل درد گرفتی. دوستان، دیروز چی خوردید که امروز حالتون بده؟ اگه امروز اسهال گرفتید، دل درد گرفتید، سردرد گرفتید، چی خوردید؟ ایرج میرزا، فرخی یزدی، برید شعرها رو همینجوری ببینید چه خبر بوده. هی نیاین دروغ بگید آقای بهمن بی، نیاین دروغ بگید عکس موقع انقلاب بندازید بگید این زمان شاه بوده. اوکی. قطعه زیبا از نیما یوشیج، شعرهای نیما یوشیج هم خیلی قشنگ و خوبه، ولی به قول این دوستمون آقای یزدان خدابنده گفت که ماها شعرهای کلاسیک و قدیمی و سنتی رو خوب میخونیم ولی شعرهای جدید رو بلد نیستیم بخونیم. من بهشون گفتم دلیلش اینی که اونا رو تو رادیوها شنیده بودیم، پدرمون و عمومون یک کسی بلد بود میخوند، ما هم یاد گرفتیم، ولی اینها رو شدیم خودمون معلم خودمون و اینجوری شده. قطعه زیبا از نیما یوشیج: کاش تا دل میگرفت و میشکست، دوست میآمد کنارش مینشست. کاش میشد روی هر رنگین کمان، مینوشتم مهربان با من بمان. کاش میشد قلبها آباد بود، کینه و غمها به دست باد بود. کاش میشد دل فراموشی نداشت، نمنم باران هماغوشی نداشت. کاش میشد کاشهای زندگی تا شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد کاشها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش میشد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس میچرخید و من، بر تنم میشد گشاد این پیرهن. آن دبستان، کودکی، سرمشق، آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون میکردم از دل واپسی، دل نمیدادم به دست هر کسی. عمر هستی خوب و بد بسیار نیست، حیف هرگز قابل تکرار نیست. در صورت دارن روش کار میکنن که قابل تکرار بشه. و سعدی هم همین شعر رو گفته که اون باید دوبار
با یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار، میبینید که حسرت همه بزرگان این بوده که طول عمر زیادتر باشه و ما بیشتر عمر کنیم. الان داره به اونجا میرسه، ولی بعضی وقتا دیگه میگیم بابا دیگه خیلی زیاده و چه کار خوبی کردیم که حالا این رو مثلا ما تا 60 سالگی حالا به 100 سالگی برسونیم، دوباره همون اشتباهات رو میخوایم بیشتر و بیشتر کنیم. و اما این عکس رو من قبلا هم نشون دادم یا روی فیسبوک گذاشته بودم، نوشته بود توریست های آلمان در شاه چراغ شیراز. این بالا حالا دوستمون عوضش کرده نوشته توریست های ننه مرده. نه آقا اینا ننه مرده نیستن دوست عزیز، این نشون میده آقای شاه که 2500 سال جشن هنر گذاشت و 75 تا از خودش گشنه تر عقب افتاده تر دعوت کرد، نتونست توریستی ایران رو افزایش بده، ولی این آخوندهایی که پدر دنیا رو در آوردن فرانسه رو مجبور میکنه روسری بپوشن، امارات میاد اونجا مجبور میکنه آلمانیا فوتبالیستای آلمانی روسری بپوشن و فوتبال بازی کنن برای تبلیغش، آخوندم روسری میکنه سر این توریستا میان اونجا. حالا شما از خودت باید بپرسی چه کار نکردن اون قبلی ها که نتونستن اینا انجام بدن و اینا دارن چه کار میکنن، و الا از اینکه شما فوش بنویسی و من فوش بدم هیچ فایده ای نداره. اجازه بدید یه چیزی رو براتون بخونم که جنبه آماری داره و از اون دوستی که این رو لطف کرد و فرستاد تشکر کنم. اینم در همون رابطه با توریست و اینها هست. یکی از دوستان من میگه آش سوربی تو رو خدا اینا رو شما تهیه کننده داری که به این ترتیب از این عکس به اون وصل میکنی، از این نامه به اون و همش در رابطه و اینها هست. گفتم والا نه، یکیش البته میتونم بگم بله تهیه کننده دارم و تهیه کننده های خوب، همین خانم عزیز این دوست ما که این مقالات رو میفرسه، من بارها گفتم ایشون مثل یک تهیه کننده است و برنامه ما رو به اصطلاح قوام و دوام میبخشن. نوروز امسال سفرهای داخلی بسیار بیشتر از سالهای گذشته بود. تنها نزدیک به 3 میلیون ایرانی با هواپیما سفر داخلی کردند. آمار حوادث رانندگی منجر به مرگ و مجروح شدن مردم در جاده ها نیز نشان داد که امسال سفر خارجی جای خود را به سفر داخلی داده بود. مردم امسال به ترکیه نرفتند. چند انفجار در آنکارا و یک انفجار انتحاری در استانبول، آن هم در آخرین روزهای سال گذشته که همراه شد با هشدار وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای پرهیز از سفر به ترکیه، موجب شد تا مردم قید سفر نوروزی به ترکیه را بزنند یا زدند. همین احتیاط را مردم برای سفر به ارمنستان هم کردند، دو کشوری که برای مسافرت با آنها نیاز به ویزا نبود. در آخرین روزهای سال 94 زمینه‌های آغاز دوباره جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ نمایان شد و در آغاز سال نو جنگ آغاز شد. بنابراین مردم پیشبینی درستی کرده و قید مسافرت به ارمنستان را هم زده بودند. حالا گزارش می شود که مردم از سفر حج هم امسال استقبالی نکردند. مناسبات تیره جمهوری اسلامی و عربستان، حادثه پرتلفات حج پارسال و جنگ در یمن باعث شده تا کسی میل به زیارت هم نداشته باشد، حتی برای رفتن به عراق و زیارت عتبات، زیرا در عراق هم بیم گسترش انفجارها و جنگ می رود. به همین دلیل مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی با هدف تشویق مردم به رفتن سفر عتبات اعلام کرد قیمت ها در ایام ماه مبارک رمضان کاهش نسبی پیدا خواهد کرد. سازمان حج همچنین اعلام کرد برای کسانی که توان مالی سفر و عتبات را ندارند تخفیف ویژه می دهد. با این همه کسی جانش را از سر راه نیاورده که با تخفیف سازمان حج تشویق شده و آن را به مخاطره اندازد. ممنونم. البته دو تا خبر توی این چیزی که شما نوشته بودید فرستاده بودید، دو تا متن بود. یکی این که عربستان مردم نرفتن، در صورتی که پسرعموی خود من روی فیسبوکش نوشته که عربستان
پرواز هواپیمای ماهان رو هم به عربستان هم از روی فضای عربستان ممنوع کرده و یه جورایی مثل که میخواد زیر پای حاجیای ایرانی رو آب بریزه که چه بهتر. هم همین رو نوشته بودن، چه بهتر خدا کنه. یه مسئله دیگه که شما نوشته بودید، میدونید که این دشمنی ارمنستان و ترک ها سالهای سال، اصلا شما میدونید ارمنیایی که تو آمریکا و این ورور آواره هستن، اینها افرادی هستن که این آدمان همون عثمانی ها اون کشتار بزرگ ارمنیان رو که چند سال پیش هم عذرخواهی کردن، حتی خانم کارداشیان ارمنی که رفته بود تو کلیسا و اینها دربارش صحبت کرده بود، اینها این دوتا خبر رو هم من روی فیسبوک بهتون نشون میدم. پس فیسبوک ما یه حسن کوچولوی دیگه ای هم که داره اینه که این خبرها رو هم از با خبر بمبارونتون نمی کنیم. من برای یه دوستی دیروز نوشتم آقا هر چی برات میفرستن برای من نفرست. خب من 8000 تا اینجا دارم، 5000 تا اونجا دارم، 3000 تا رو ایمیلم دارم. اگه هر کسی قرار باشه اندازه شما بفرسه که من نمیتونم بخونم، نمیتونم جواب بدم، و این آخه چرا مغزمون رو استفاده نمیکنی؟ امیدوارم بعدش نیومده باشه. اگه بعدش هم اومده باشه I don't mind، یعنی من برام نگرانی نیست. و اما اینه، خبر رو بیارم اینجا بهتون نشون بدم، کامرای دو. بله، این رو روی مردم تیوی گذاشته بودم. ببینید، مرگ چندین سرباز آذربایجانی، بذارید من این رو، اینه، مرگ چندین سرباز آذربایجانی به دلیل ادامه درگیری در ناگورنو یا قرباخ میدونی یعنی باغ سیاه، قرنه یعنی نه سیاه، قرباخ یعنی این درگیری. در ادامه درگیری نیروهای نظامی آذربایجان و ارمنستان در حاشیه منطقه ناگورنو یا ناگورتو، ناگورنو فکر کنم، قرباخ، دو طرف بار دیگر در روز شنبه یکدیگر را تشدید خشونت یکدیگر را متهم به تشدید خشونت ها کردن. این همون که دوستان میگن میپره، باید ببینی اینو کجا بذاری. به قول آقای فواد میگه آقای رضا پهلوی نمیدونه کی رو باید کجا بذاره. آذربایجان نیز رسما اعلام کرد که 16 سرباز این کشور قربانی آتش بازی طرف مقابل شدند. منطقه ناگورنو قره‌باغ بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان از روز شنبه 14 فروردین صحنه نبرد سنگین میان سربازان. بالاخره اینم میتونید اینجا بخونید. ولی اون چی که مهمه دوستان، ببینید وقتی هم که اینها کسی، من اینقدر رفتم پایین از موقعی که برنامه رو شروع کردم، ببخش. شما هم اینجوره تو ماشین صبح که میشینید آینه براتون اون بالا خوب است که میاد میبینید آینه، میگه کی اومده تو ماشین؟ هیچ که، قدتون 2 اینچ کوتاه شده. اینه که شب که آدم میخوابه حتی اگه بتونه یه کمی پاش رو دراز کنه، میگن اونایی که میرن تو کره ما، اون آقایی که رفته بود یه سالی 6 ماهی مونده بود، 2 اینچ بعدش بلند شده، به خاطر که اونجا نیروی جاذبه کمتره، نه که نیست، 1/9 کره زمین اگه اشتباه نکنم نیروی جاذبه در کره ما، ولی به نظر میاد هیچی نیست چون عادت کردیم به 9. وقتی عادت میکنیم به 9، 1 چیزی نیست. در صورت بله، داشتم راجع به این میگفتم، وقتی آدم خسته میشه خود به خود قوز میکنه، مهره ها کم میشه، فاصله ها بینش کم میشه و اینها، یک کمی باید با نرمش، استرچ، ورزش، نرمش قهرمانانه درستش کنه. این مقاله رو برید اونجا بخونید. ولی این نظری که یک خانمی به نام کتی وینتر، ولی فارسی مینویسه، این هم خیلی جالبه برای ما دوستان. حالا یا اسم کتی وینتر امتحان کردن یا این دوستمون واقعا فارسیش خیلی خوبه. اتفاقا اون شب که تو کندی سنتر بودیم، دوستان آمریکایی اومده بودن، ماشاءالله بیان ببینید دوستان اینا چقدر قشنگ فارسی صحبت میکنن. در تاریخ هرودوت و گزنفون از آذربایجان به عنوان آذر آبادگان نقل شده. آذر به معنی آتش و بادگان جایی که از آتش حفاظت می شود. آذربایجان مثل شهر قم خیلی برای ایرانیان مقدس بود، چون محل سکونت مغها و معبدان و معبدان دین زرتشت بود و آتشکده‌های مهم و زیادی داشت. مردم آذربایجان را آذربانان یعنی نگهبان آذر یا آتش می نامیدند. بعد از حمله عرب، چون عرب‌ها الفبای
الفبای عرب ها گ و پ ندارن، پس آذرآبادگان به آذرآبادجان و گنبد به جنبد و گرگان به جرجان تبدیل شد و به مرور زمان آذرآبادجان به آذربایجان تبدیل شد، که این لغت اصلا نه در زبان ترکی و نه در زبان فارسی معنی و مفهومی دارد. گفته شده شبیه که یکی از عیدهای مخصوص زرتشتی ها بوده و اهالی آذرآبادگان هم پادگان هم پس پادگان هم درسته آذر آپادگان هم مشروب خورده و مست بودن و خشایارشاه از مصر برمیگردد و مغها به ارتش خشایارشاه اجازه نمیدهند که وارد شهر شود، پس مجبور میشوند شب را در بیابان خیمه زنند و تمام شب را در بیابان سپری کنند. ملا مصطفی و یحیی خان و پیشوری قصد نداشتند آذربایجان را از ایران جدا کنند، بلکه می‌خواستند کمی خودمختاری داشته باشد، چون شعار خودمختار طلب‌ها این بود که آذربایجان جزو لاینفک ایران است و خواهد ماند، ولی شوروی از ناآرامی و ضعف حکومت مرکزی استفاده و نیروی نظامی رهسپار آذربایجان کرد و بدین گونه این سرزمین تاریخی از مام وطن جدا شد. ارمنی ها فکر میکنند که آذری ها همان ترک های عثمانی یا ترکیه امروزی هستند که به دستور طلعت پاشا 1.5 میلیون ارمنی بیگناه را کشتند و به این دلیل ارمنی ها از ترک ها متنفرند. عجب دنیایی واقعا. ممنونم از این دوستمون به هر نامی که هستن، خانم کتی وینتر. ایشون چرا عکس نداره نمیدونم. خب این هم از این ماجرا. دوستان فیسبوک مردم تیوی رو گفتم، اگر دارم بذار اصلا بهتون نشون بدم واقعا که از لحاظ من رفتم باز کردم همه چی درسته. حالا اگر این درست کار نمیکنه و نشون نمیده، اینم من بذارید ببینم فیسبوک چی نوشتم. فیسبوک افتضاح. بعضی وقتا اینجوری می‌نویسم فیسبوک افتضاح. ببینم اینجا پیدا میشه بازش کنم بهتون نشون بدم. بله اینه. ببینید حالا بعد با هم میریم این صفحه ستینگ یا تنظیمات این رو هم میبینیم، ببینم شما هم همین مشکل رو دارید یا شما بیخیال راحت ولش کردید رفتید دنبال خودتون. ببینید این مال مردم تیوی دیگه، درسته؟ آمدم اینجا که نوشته ویزیتور پست، یعنی افرادی که میان دیدن میکنند از این صفحه میتونن اونجا چی بنویسن. ببینیم نوشتیم anyone can publish to the page، یعنی هر کسی میتونه اونجا چیزی بنویسه. ولی بابک هروی و یکی از دوستان اون، همون آقای یزدان خدابندلو، دیروز امتحان کردن گفتن آقا رو صفحه شخصیت میشه، رو این نمیشه. حالا دوستان من میام با شما میریم رو فیسبوک، ببینیم من و شما به عنوان چه افتضاحی این صفحه ما موقع برنامه اینا همه رو میارم میریزم رو دسکتاپ که دم دست باشه میشه بازار مکاره. خب بیاین با هم بریم به صفحه فیسبوک و یک کمی یاد بگیریم. ما شما که از ما چیزی یاد نمیگیرید، بذارید ما از شما یاد بگیریم. اگه بلد هستید تماس بگیرید یا فیلم درست کنید بفرستید. ببینید من اینجا چون من سوربی هستم، ادمین این تلویزیون مردم هستم، یعنی دربونش هستم، ادمین گروه چی میگفتن؟ اعتمادیه نه هیئت امنا، هیئت امنا هستیم. ببینید من اینجا میزنم سویچ میکنم به مردم تیوی، میام تو مردم تیوی، اینجا یه ستینگ داره، حالا مردشور این ستینگ رو ببره. اولا شما نگاه کنید ببینید اینجا اینو گذاشته، 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 بعد دوباره اینجا اینو گذاشته، اینو گذاشته، اینو گذاشته. آخه من نمیفهمم اینا برای چیه. بعد بیان تو ستینگ، یعنی توی تنظیمات. حالا شما نگاه کنید دوستان ببینید چه دنیاییه. در قسمت عمومیش اینا رو حالا بشمارید، ما کاری نداریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا تو سرشون بخوره، ولی ببینید هر یکی از اینا چند تاست. مثلا این اولی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا تنظیمات رو براتون انجام میده. دوباره حالا هر کدوم از اینا هی میگه اینجوری میخوای باشه،
اونجوری میخوای باشه. هی اینا یکی دوتا میبینید مثلا سه تا آپشن یا حق انتخاب مختلف داره. حالا شما ببین چه دنیایی، اگه یه روزی مثلا یکی دوتا داره، یه روزی بخواید واقعا یه چیزی رو درست کنید، ساعتها باید وقت بذارید این ور اون ور اون ور، آخرش هم یادتون میره برای چی اومدید. حالا میریم تو قسمت پیام. میگه شما وقتی که یه کسی پیام میذاره، میخوای ما بهش بگیم شما چقدر سر وقت پیام ها رو پاسخ میدید؟ ما گفتیم بله. اینجا گفته که اوکی، اتفاقا شما هم وضعیت خوبه و خیلی زود ریسپاند یعنی خیلی زود به مردم جواب میدی، مثل اونای دیگه نیستی پوفیوز بازی در بیاری بگی آقا ولم کن مردم لیاقت ندارم، آقا ولم کن مردم نمیفهمن، من انقدر دوست دارم وقت ندارم. دوست داری وقت نداری بنویس اون بالا بذار دوستان من نمیتونم پاسخ بدم. بعد میپرسه که چون که میخوای اینجا چیزی بنویسی، میخوای به عنوان مردم تیوی بنویسی یا میخوای به عنوان سوربی بنویسی؟ خب من به نظرم این خیلی مزخرفه. خب اگر من ادمین مردم تیوی هم، وقتی میام تو مردم تیوی دارم به عنوان مردم تیوی مینویسم، اگه تو برنامه خودمه تو صفحه خودم به عنوان سوربی. حالا میگه یادداشت ها رو چیکار کنی؟ امان از دست این یادداشت ها. دوستان بشمارید و ببینید هر کدوم از اینا چند تا داشت، و یه روز واقعا بیکار هستید برید نگاه کنید. نوشته که هر کسی هر کاری میکنه تو فیسبوک ما به شما خبر بدیم، برای هر کدومش هم یه دلینگ دلینگ موزیک بزنیم. ما گفتیم آقا نمیخوام اصلا، ولمون کنین. get a notification each time your page receive a message. آها، ما گفتیم اوکی اگه کسی مسیج فرستاد به ما بگو که ما جوابش بدیم، ولی کامنت گذاشتن و اینها دوستان شما فکر نکنید من میبینم و من میگیرم. مثلا شما نگه آقا دیروز برات نوشتم، زیر برنامه نوشتم، نه اونجوری کار نمیکنه. اگر شما میخواین برای من پیغام بفرستید و فلان بذارید اینجا که میام، یا برای هر کسی دیگه، چرا همین میگم من، برای هر دوستتون میخواین پیام بفرستید و مطمئن بشید که اون میبینه، ببینید مثلا توی مردم تیوی توی صفحه ما اگه میای اینجایی که نوشته مسیج، ببینید اینجا این برای اون میره، این شما میای واز میکنی اینا رو رفع این پایین، این برقد میاد واز میشه مینویسی. و فیسبوک به نظر من هم خود شما هم ممکنه الان متوجه شده باشید مردم دیگه خسته شدن، و اینم که سرویس های دیگه نمیدونم تلگرام و وایبر و مایبر و اینها را افتاده، هر کدومشون چند سباهی میان مردم میبینن این سرعتش بهتر از اونه، این عکس رو که میگیری زودتر میفرسته، میرن بعد میبینن بابا اونم همین گرفتاری داره. شما باید وقت داشته باشی عکس بگیری. شما با من آقا دیروز این دوستمون هم آقای حسین محمدی بود، یه ویدیو براش فرستادم، دیدم از بس عصبانی بوده تلفنش رو یه بری فیلم ضبط کرده و اینا، براش فرستادم گفتم این مستقیم باشه بهتره. بعد برام نوشته بود آقای صوبی اگه میشه اینو با تلگرام بفرست. نوشتم والا من تلگرام دارم بلد نیستم، مخصوصا شما که ایران هستید شماره تون رو می‌نویسید 0 فلان، من نمیدونم از اینجا باید 2011 بگیرم 201 بگیرم، نمیدونم شما از اون ولی 20 میگیرید ما از این ور 011، اصلا گیجم. بعدم دیگه خسته شدم توییتر، اسکایپ، این کوفتی، فیسبوک، همین تلفن معمولی. بذارید من الان یه تلفن باز بزنم به تلفن خودمون. خب هر صبح که ما میایم چک میکنم، میرم بیرون کارام انجام میدم، میام برای ظهر میخوام برنامه بذارم، دوباره میبینم بذارید 202 695 25 73. بفرمایید. You have 40 new messages. بفرم. 40 تا مسیج از ساعت 9 صبح، نه 8 خورده که رفتم، وقتی برگشتم دیگه نتونستم، چون داشتم این ویدیوی آقای رضا صادقی رو درست میکردم و آگه چیزاش و شماره تلفن اینا رو روش مطمئن باشم درسته. 40 تا مسیج، خب هر کدومشم یکی کار داره، یکی میخونه میگه آقا اینجوری شده شما خبر دارید نظرتون چیه فلان اینها، و نمیکشیم دیگه. بعد هر کسی هم هر چیزی که خودش داره و عادت کرده به اون، میخواد شما رو مجبور کنه بری واتساپ، وایبر، لاین، کوفت، زهرمار بذاری که نخواد خدای نکرده یه چیزی رو اون عوض کنه یا یاد بگیره. و
ولی منی که اینجا نشستم برای 13,000 نفر، 20,000 نفر، 100,000 نفر، باید 100,000 نوع مختلف کار بلد باشم. روزگار غریبی است نازنین. این همه وسایل ارتباط و من و شما هر روز از هم غریب‌تر، هر روز از هم دورتر. خب ایرج میرزا رو هم خوندیم، کاش میشد نیما یوشیج رو هم خوندیم، توریستای ننه مرده رو هم به شما نشون دادیم، مردم میترسند و نمیروند و خوندیم، راجب ایران بود، راجب مسافرت‌های داخلی بود. و بذارید ببینیم، so touching and so beautiful what is this. آها این شاهکار هنری. آها این خیلی قشنگه دوستان. البته این دوستمون نوشته بود که من واقعا نمیدونم حالا این حقیقیه یا اینکه حالا یه عده پیدا میشن بگن آقا این دروغه و فلان و اینها، ولی این خیلی قشنگه و خیلی خوشحالم که من این رو به عنوان حسن ختام نشون بدم. ضمناً دوستان یاد بگیرید حزب لازم نداره، جنبش لازم نداره، همت لازم داره. و این آقا یا این خانم، فکر کنم آقای عربی هست از سوریه، با وسائلی که در دستش هست، آقای اوسانلو برنامه ریزی کرده، دیده این بهترین نوعیه که اعتراض خودش رو، صدای آوارگی خودش رو، صدای ظلمی که در سوریه چه از طرف بشار اسد بهشون میشه، چه از طرف دولت‌های دیگه از جمله آمریکا و روسیه و کشورهای اروپایی، این رو به این نحو قشنگ نشون بده. این شاهکار هنری یک پناهجوی سوریه در بندر کاله در شمال فرانسه است که وضعیت پناهندگان را با سنگ‌های رودخانه و دریا به تصویر درآورده است. ببینید چقدر قشنگ. اون زن و مرده همه زندگیشون دستشون رو رو سرشون رو دارن میرن. اینجا هم داعش اینا رو با زنجیر کشیده و اسیر داره میبره و میبینید اون عکس ها. و اینم هم اینم احتمالاً بچه ها و ایام بهار و اینها. و این عکس ها میدونید حسن نگاه کردن به کارهای هنری اینه که هر کسی برداشت مخصوص خودش رو داره و مثل یک نوشته نیست که به شما بگه منظورش چیه. اینه که بعضیا میگن مثلا یه تابلو ممکنه 10 تا 15 تا برداشت مختلف داشته باشید و این هم باز کاراشه. خیلی قشنگه. اگه کسی میخواد ایمیل بفرسته من براتون بفرستم usa.sorbi@gmail.com. و بله جبل صافون، صافون نوشته یا جبل صافون اسمش هست. اینم این یک مادری با بچه کوچولو و بچه های دیگش. و این هم این که احتمالا حکایت از جنگ و کشت و کشتار میکنه. و بله اینم این باز این پناهجویان چگونه دارن میرن به سوی سرنوشتی که امیدوارن مثل گذشتهشون نباشه که به اینجا خرج شد. و نمیدونم این چه مفهومی ما بادش برداشت کنیم. هر کسی گفت چی؟ هر کسی از ذم خود شد یار من. خب دوستان عزیز، امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی با شما خواهند بود برای یک ساعت. در حین برنامه بر تلفن ایشون بازه، ایمیلشون بازه، میتونید باشون تماس بگیرید، صحبت کنید. و یادتون باشه اگه برای آقای حسن اجلالی پیام میذارید، آقای حسن اجلالی میگه چون در برنامه‌ام من بارها گفتم من چیز خصوصی با کسی ندارم، پس اصلا تصور میکنم اونها هم چیز خصوصی با من ندارن. پیغام که میذارن پیغام‌ها رو در برنامه پخش میکنه، مگر اینکه شما اول برنامه بگید که آقای اجلالی لطفاً پیام من رو هیچ جا پخش نکن، این پیام برای شماست. آقا خسته نباشید، برنامه خوبی بود، چنین بود و چنان بود. دوستان عزیز، اگر شما هم مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، این زیرم نوشته، فقط یه تماس بگیرید. یکی دیروز برای من نشون که آقا
شما نوشتید در تلویزیون مردم میتونید برنامه داشته باشید، ما باید چیکار کنیم؟ گفتم همین کاری که شما کردی دیگه، با من تماس گرفتید. باید اینم من بگم، خب معلومه که اگه میخوای برنامه داشته باشید باید تماس بگیرید. یک کمی اینجا میگن curious یا quest یا جستجوگر باشید، برید دنبالش و پیدا کنید. اگه بخواین به نظر من پیدا میکنی. اونایی که چیز میکنن دنبال بهانه میگردن. خب من یک بار دیگه بهتون یادآوری میکنم، آقای رضا صادقی، این هنرمند ایرانی، این خواننده ایرانی، فکر کنم آهنگساز و موزیسین و اینا هم باشه، خودش گیتار قشنگی تو این برنامه‌هاشون میزنن، روز جمعه 8 آپریل اینجا هستن در لیزنر آدیتوریوم، یکی از سالن‌های خوب واشنگتن، مرتب همه آشر داره و یعنی همه سالن‌ها خوبه، اینجا نمیزنن الکی باشه. ما ایرانی هم میخوام الکیش کنیم، اونا جلومون میگیرن. در صورت رضا صادقی 8 آپریل به امید دیدار یکایک شما دوستان عزیز، و شماره تلفن ما هم اگر یه وقت ندیدید براتون بگم 202-695-2573. میتونید زنگ بزنید، 3 دقیقه پیام بذارید، میتونید تکست ارسال کنید، و اگر احتیاج به زمان بیشتری دارید، تو رو خدا نبره تکرار یه چیز 3 بار 4 بار، با شماره تلفن 703-957-6150. دوستان لطف کنید اگر این ویدیو ها رو میبینید، من باید یادم باشه بنویسم اول ویدیو، از شما خواهش کنم که این ویدیو رو برای دوستانتونم بفرستید. متاسفانه معمولا در آخر ویدیو میگم، فکر نمی کنم خیلی از شما به این آخر ویدیو به اصطلاح برسید، ولی هر جا که هستید تا هر جا که میرسید ممنونم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید دیدار، ایام بهار پیوسته، دلتون شاد و لباتون خندان باد. بریم یکم سراغ آقای یدالله طارمی و دستور زبان فارسی شیرازی صحبت کردن رو یاد بگیریم. یه چند دقیقه به من، چند لحظه به من وقت بدید تا عوض کنم این سیستم رو. مرسی.